24 دی 1402 است. وضعیت اقتصادی مردم به گونه ای تأسف انگیز است که نمیدانند چه بکنند با این وضعیت اقتصادی خراب، با این گرانی سرسام آوری که گریبانگیر مردم ایران شده و شاید بتوان گفت 70% مردم ایران در فقر به سر میبرند و 50-60% زیر خط فقر هستند. از زندگی می نالند. شخصی امروز در فضای مجازی اعلام کرده بود که برای خرید گوشت 1,000,000 تومان پول داده تا بتواند 1 کیلو گوشت بخرد، در حالی که قبل از سال 57 گوشت کیلوی 57 ریال بود، گوشت گوسفند. حالا شما حساب کن 1,000,000 تومان 57 ریال. به چه شکل باید زندگی کنند، خرجشون رو در بیاورند، در حالی که ثروتمندان، آقازاده ها، کسانی که پولهای باد آورده در رژیم جمهوری اسلامی کسب کردند به گونه های دیگری زندگی می کنند. امروز گزارشی رو دیدم درباره ثروت سران حکومت که از جمله خامنه ای، رفسنجانی، خانواده خمینی، رئیسی و بسیاری از آخوندها و سران کشور که سرسام‌آور بود. توجه کنید که این میزان دزدی مربوط به 40 سال حکومتداری اسلامی است و طبق گزارشی که برای 20 سال قبل بود، میزان دارایی افراد رو من به ترتیب خدمتتون میگم. به عنوان نمونه، میزان دزدی‌های خامنه ای چند پیش نزدیک به 95 میلیارد دلار اعلام شد. این پول‌ها بیشتر مربوط به دزدی آخوندها از پولی بوده است که برای خرید اسلحه از جاهای مختلف پرداخت می شده و بخشی از آن به جیب مبارک و گشاد آخوندها ریخته می شده. آخوندها که سردمدارشون علی خامنه ایست، حقبازانی هستند که جوانان ساده دل ایرانی رو با شعارهای مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل و آزادی قدس نزدیک است، اونها رو به کشتن میدند، مردم معترض داخل ایران رو میکشند، سپاه پاسداران، نیروهای امنیتی و تمام کسانی که این ظلمها رو اجرایی میکنند به نفع آخوندها و رژیم. و عمده اسلحه‌ای که خریداری میشه از کشورهای مختلف، از امریکا، از روسیه، از چین، و طبق انتشاراتی که پخش میشه پول خون ملت ایران. باید با خرید اسلحه، با خرید تجهیزات برای مقابله با انقلابهایی که در ایران صورت میگیره و مردم به جان به لب رسیده برای آزادی خودشون حرکت میکنن. ثروت این چند نفر رو که مال 20 سال قبل هست، موجودی حساب سید علی خامنه ای در بانک سوئیس شعبه ژنو 266 میلیون دلار، در بانک سوئیس جنرال 534 میلیون دلار. این دو حسابی است که ثبت شده و این موجودی هم موجودی کنونی نیست، 20 سال قبل هست که الان چندین برابر شده. همین موجودی رو شما حساب کنین، در حال حاضر چندین برابر هست. موجودی های دیگری مثل حساب اکبر هاشمی رفسنجانی که فوت کرد، در دو بانک از سوئیس، بانک اولیون 383 میلیون فرانک سوئیس، بانک شعبه سینوبورک آلمان 289 میلیون مارک، کردیت بانک سوئیس شعبه لوزان 437 میلیون فرانک رفسنجانی بوده و خانواده خمینی هم 435 میلیون دلار در بانک سوئیسته جنرال و بانک در سنتر در شعبه دوسلدوف آلمان هم 167 میلیون مارک، بانک اشیار فرانکفورت آلمان 148 میلیون دلار. این پولهایی که این سه نفر که جزو خانواده‌های مهمه و سردمدار و بنیانگذار جمهوری اسلامی هستند، ارقام موجودی 20 سال قبل هست.
که در حال حاضر 100% چندین برابر شده. این یک بخشهایی است از پول بادآورده‌ای که آخوندها به جیب زدند و بخشی از رویدادهای دردناک تاریخی ایران که در سالهای 1980 سندهای گویایی است و آشکار خیانتهایی است که دولت مردان حکومت آخوندی در ایران بر علیه مردم و کشور ایران انجام دادند. از نخستین روزهایی که با نیرنگ و دغلکاری به کرسی قدرت تکیه زدند، سیاست خارجی خود رو به قول خودشون مبارزه با امریکای جهانخوار یا شیطان بزرگ شروع کردند و آزادی سرزمین قدس رو یا فلسطینی که الان جنگ و درگیری که مسببش هم رژیم جمهوری اسلامی بود، حماس و غزه درگیر هستند و جنگ و خونریزی شروع کردند و با اسرائیل در حال جنگ و کشتار هستند. اما گفتارهایی که افراد فاسد و نیرنگ باز دولت مردان آخوندی در نقاب انسانهای صادق و درست به روشنی ماهیت اینها مشخص شد و این ملاهای اسلامی برای دفع حمله در دورانی که با عراق جنگیدند حدوداً مبلغ 80 میلیون دلار از اسرائیل جنگ افزار، تانک و اسلحه و این چیزها خریداری کردند و بخش مهمی از این پولها به نفع خود سوء استفاده کردند، از خرید اسلحه و به حسابهای خودشون در بانکهای خارجی واریز کردند. این پولها از جیب ملت ایران در بانکهای خارجی است، در امریکا و در تمام جاهای دیگر پولهاشون رو گذاشتن و روزی هم که اتفاقی بیفته فرار میکنند و به قول معروف فلنگو میبندند. ثروت خامنه ای و رفسنجانی و خمینی و دیگر افراد از پول خون ملت ایران هست. حالا یک گزارشی رو براتون پخش میکنم که از تلویزیون اینترنشنال پخش شده. یک سندی از یک پرونده قضایی دست پیدا کردن که نشون میده شبکه ای از بازجوهای سازمان اطلاعات سپاه از متهمان دان درشت اقتصادی رشوه های کلان هستند که از 400 هزار دلار تا 60 هزار یورو فسادی داشتند که در پشت پرده نمایش انجام می شده و خودشون میگن ما مبارزه با فساد می کنیم، اما خودشون ام الفساد هستند. این گزارش از تلویزیون اینترنشنال پخش شده، توجه کنید. شاه دوست ها، داستان باجگیری بازجویان اطلاعات سپاه پاسداران از متهمان اقتصادی. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از فساد چند صد هزار دلاری در مهمترین نهاد امنیتی ایران. پشت پرده نمایش فساد ستیزی خامنه‌ای و رئیسی و سپاه پاسداران چه می‌گذرد؟ یه نقطه قوت گاهی در نظام وجود داره، تبدیل میشه به نقطه ضعف. یکی از نقاط قوت نظام مبارزه با فساده. 24 اسفند ماه سال 1400 در میان همهمه بازار شب عید، یک جای گوشه همین تهران، سینا استوی، مدیر و مؤسس صرافی آنلاین کریپتولند و رمز ارز بیج، با یک نفر قرار داشت. کسی که قرار بود بخشی از 6 میلیارد واحد رمز ارز سرقت شده بریج را در ازای 10,000 دلار به او بدهد. او سر قرار رفت و پول را داد. اما همان لحظه ماموران حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران سر رسیدند و گیرنده پول را بازداشت کردند. او بهنام حاجی پور بود، بازجوی اطلاعات سپاه پاسداران که آمده بود از سینا استوی رشوه بگیرد. سینا استوی که 10 سال پیش با شرکت یکتا اکسیر سبز در حوزه داروهای گیاهی کارش را آغاز کرده بود، سال 96 صرافی آنلاین کریپتولند را راه اندازی کرد و 5 سال پیش مدعی ایجاد یک رمز ارز به نام بی‌آر‌جی شد. رمز ارزی که در فاصله کوتاه ارزشش به صفر رسید. قوه قضاییه پس از دستگیری او را متهم به خلق توکن بی‌پشتوانه و کلاهبرداری کرد. پرونده‌ای با بیش از 51,000 شاکی که در کریپتولند سرمایه گذاری کرده بودند. اما 35 روز بعد از بازداشت سینا استوی در 29 خرداد ماه، زمانی که او در بازداشت بود، حدود 6 میلیارد واحد توکن بی ارزش بی آر جی از ولت او به حسابی ناشناس انتقال پیدا کرد.
بر اساس این سند دو روز بعد از آن که او یوزرنیم و پسورد ولتش را به بازجویان پروندهش در سازمان اطلاعات سپاه داده بود و نتیجه تحقیقات به دستگیری یک بازجو ختم شد، کسی که بر اساس اطلاعات سجلیش که گروه هکری بکتور در اختیار ایران اینترنشنال قرار داده، حالا می‌دانیم 41 ساله است، اهل تبریز و البته ساکن صالح‌آباد تهران. 4 ماه بعد اموال بهنام حاجی پور توقیف شد. 2 آپارتمان در سهروردی تهران، 1 آپارتمان در پروژه خرازی سپاه و 1 آپارتمان هم در شهر گلستان همراه با 1 خانه ویلایی در رباط کریم، 3 خودرو، بیش از 1 کیلوگرم طلا و سرمایه گذاری در 2 شعبه 1 رستوران جمعاً به ارزش 70 میلیارد تومان. اما مسئله مهم این است که او اصلا بازجوی پرونده سینا استوی نبود و در دادگاه گفت ماجرا را کارشناسان، همان اسم مؤدبانه بازجویان پرونده، در اطلاعات سپاه به او اطلاع دادند، موضوعی که باعث شد زنجیره‌ای از فسادهای بزرگتر در این نهاد امنیتی فاش شود. حاجی پور از بازجویی به نام بادی با نام مستعار دکتر عبادی نام برد، کسی که سینا استوی از او هم شکایت کرده. نام کامل او محمد مهدی بادی است، متولد آبان ماه سال 65 در مشهد، ساکن خیابان میرداماد تهران، بازجوی ارشد سپاه پاسداران. رقم رشوه‌های دریافتی او از متهمان اقتصادی دانه درشت 1 رکورد محسوب می شود. او از رسول دانیالزاده معروف به سلطان فولاد 400,000 دلار و 60,000 یورو رشوه گرفته، معادل بیش از 24 میلیارد تومان. رسول دانیالزاده یکی از دانه درشت‌ها در ویترین نمایش مبارزه با فساد علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی بود. آبان ماه سال 98 سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با انتشار این فیلم مدعی بازگرداندن دانیالزاده به کشور شد، کسی که 4000 میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار بود. اندکی بعد مشخص شد این اتفاق شوی بیش نبوده و دانیالزاده به میل خودش و در نتیجه توافق با سپاه پاسداران به ایران آمد تا به عنوان متهم ردیف 4 پرونده اکبر تبری، معاون پیشین 2 رئیس قوه قضاییه، سناریوی مورد نظر این نهاد نظامی را بازی کند. امروز هم در یه ماشین آخرین مدل میشینم، شیشم تا بالاست که یه خورده دودم نیاد توی ماشین. این لطف خداست، بایده من کسی نیستم. حالا مشخص شده دانیال زاده به بازجوی ارشد معاونت اقتصادی اطلاعات سپاه باج میداده. دانیال زاده اما تنها تومه محمد مهدی بادی نبود. او 2.5 میلیارد تومان در قالب دلار از اسماعیل خلیلزاده رشوه گرفت تا پروندهش را به گفته خودش حل کند. اسماعیل خلیلزاده رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال و مالک هتل بزرگ گیلان در بحبوحه انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 در اردیبهشت ماه به دست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران دستگیر شد به اتهام فساد مالی در کارخانه ابریشم گیلان. مطابق سند رسیده به دست ایران اینترنشنال، رشوه 2.5 میلیارد تومانی بین دکتر عبادی و 4 بازجوی دیگر تقسیم شده. دیگر اعضای شبکه فساد اطلاعات سپاه پاسداران: مجید طباطبایی متولد 62 بازجو، اهل شهر ری و ساکن خیابان هلال احمر در این شهر. محمد علی قنچه 49 ساله، بازجوی متولد آذرشهر، ساکن خیابان طالقانی تهران. بازجوی سوم مجید جانپرتوب نام دارد، متولد بهمن ماه سال 1340، اهل تهران، ساکن بلوار اندرزگو. و آریا یگانگی 41 سال، اهل تهران و ساکن نیاوران. محمد مهدی بادی طبق حکم دادگاه 47000 دلار و 48000 یورو به همراه 150 سکه بهار آزادی معادل حدود 10 میلیارد تومان از هادی درویشوند رشوه گرفته، کسی که سال 95 57% سهام پالایشگاه کرمانشاه، دومین پالایشگاه بزرگ کشور را از طریق شرکت لبنیات بیستون به قیمت تنها 210 میلیارد تومان خرید. سازمان بازرسی کل کشور قیمت این پالایشگاه را 2400 میلیارد تومان ارزیابی کرده. این همه فساد اقتصادی تنها از 11 برگ یک پرونده بیرون آمده. فساد سربازان گمنام امام زمان که در نظام قضایی ایران برایشان نام آبرومندانه تر کارشناس پرونده یا ضابطین قضایی را انتخاب کردند. همین ضابطین گاهی نظرات کارشناسی دارن که اینا تحقیق شده است، این نظرات کارشناسی رو هم ندیده نگیرن. شاه دوست های ته گردنه که از دوست های سر گردنه می دوستن.
پیاده نظام نائب خودخوانده امام دوازدهم شیعیان در شو مبارزه با فساد، مجتبی پور محسن، لندن. این گزارش رو که شنیدید، اما این رشته سر دراز دارد و سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای امریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی در تماس هستند، با هم رفیق هستند، حتی در جنگ افزارهایی که خریداری میشه ازشون یا از چین و یا از روسیه، اینها سود میگیرند بابت خرید از اون کشورها برای اسلحه، برای اسلحه هایی که در انقلاب نوین، در کشتارهایی که انجام دادن در این یک سال گذشته، تمام ارتباطشون با امریکا، اسرائیل، چین و روسیه هست و مردم رو گول میزنند با کلمات و جملاتی که ما مستقل هستیم و اینها همه دشمنان ما هستند، در حالی که مردم فریاد میزنند دشمن ما همینجاست، شما نگید امریکاست، دشمن ما همینجاست، شما نگید امریکاست. اما اینها رفتنی هستند و خودشون هم میدانند که رفتنی هستند و بارها در تلویزیون ها، در سایت ها، در فضای مجازی اعلام کردند که بترسید از روزی که خشم مردم برانگیخته شود و خشم مردم هم نزدیک است.